برنامه سرنوشت تلویزیون نور خوش آمدید. از تحریم روند بازشماری آرا توسط دسته‌های انتخاباتی تا به خشونت کشیده شدن روند بازشماری آرا توسط معترضان در ولایت‌ها، آیا بحرانی در راه است؟ دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی برای دومین بار روند بازشماری آرا را تحریم کرد. عبدالله عبدالله رئیس دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی میگوید که اساس تشخیص آرا بایومتریک است و آرای حدود 2432 محل که به بازشماری و تفتیش فرستاده شده بر اساس قانون مشروعیت ندارد. این در حالی است که هواداران دسته‌های انتخاباتی معترض در برابر دفترهای ولایتی کمیسیون انتخابات اعتراض کردند که در نتیجه این درگیری‌ها یک تن از ناظران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی کشته شده است. یا کمیسیون با این مشکل کنار خواهد آمد و پیامدهای این کش و قوس ها چه خواهد بود؟ بیشتر بحث میکنم در همین مورد با مهمانانم در استودیو، آقای ایمل صافی سخنگوی دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی و آقای گل محمد مختاری معاون حزب حرکت اسلامی افغانستان. خوش آمدین مهمانان عزیز. بس را با آقای صافی آغاز میکنم. روی چه دلایلی برای بار دوم باز هم دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی روند بازشماری و تفتیش آرا را تحریم کرد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درانه میلمه او ټول هیوادوالو ته سلامونه وړاندې کوو. موږ ګورئ د انتخاباتو په پروسه کې خنډ او ځنډ او د دې تر څنګ هغه قانون ماتونې یا په لویه کې ملي خیانت چې د یو مشخص ټیم له خوا نه متاسفانه ترسره کیږي، دا هغه څه دي چې هیوادوال یې اندېښمن کړي دي او دا اندېښنې ورځ تر بلې مخ په دوام باندې دي، او دا دوام د هیواد لپاره، د هیواد د اقتصاد لپاره، د هیواد د سیاست لپاره خواواقع نشي درلودلی. او په زمن دی کې تر ټولو اساس خبره دا دی چې څنګه وکولی شو د شته ناخوالو لپاره د حل لار پیدا کړو. د حل لار او د ستونزې اصلي عامل مشخص دی، مشکل هم مشخص دی. مشکل ناقانونه رایه ده چې له پاکې رایې سره ګډیږي، هغه رایه چې خیالي رایه ده، هغه رایه چې بایومیټریک شوې ده خو په یو شکل باندې باید ابطال ته لاړه شي، هغه رایه چې د اقناع سبب نه ده رامنځته شوې یا نه ده شوې، دا هغه موارد دي چې یو ټاکنیز ټکټ په دې باندې ډېر فوکس لري چې وکولی شي دا حساب کی. خو خوشبختانه هیوادوال دا نه غواړي، یولس یا دولس هغه کاندیدان چې مشترکه شورا لري هغه دا نه غواړي، او د سبا توان پلنې ټاکنیز ټکټ دا نه غواړي. درست، در صورتی که لوایح و طرز العمل ها مشخص باشد، چرا باز هم یک شمار آرا اختلافی است؟ هنوز هم نتوانسته کمیسیون ها به نتیجه برسه و قناعت خاطر دسته های انتخاباتی را فراهم بسازد. فکر کیږي چې د انتخاباتو کمیسیون باندې ډېر سیاسي فشارونه وي. د دې موږ ژوندي مثالونه هم لرل متاسفانه. د انتخاباتو په کمیسیون کې ځینې هغه افراد او اشخاص چې یو مشخص ټیم ته کار کوي هغه مشکل زاد شوي دي، او نه غواړي چې د افغانستان د ولس لپاره هغه څه چې د دوی اراده وه هغه تمثیل کړلی شي. زه فکر کوم که د انتخاباتو کمیسیون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون واوسي، دوی باید طرزالعمل ته لومړیتوب ورکړي. دوی باید د افغانستان د ولس اراده، هغه څه چې د دوی هیله ده، هغه باید تمثیل کړي، او تر ټولو مهمه ده چې قانونیت رامنځته کړي. درست. استدلال کمیسیون مستقل انتخابات برای دسته انتخاباتی شما چه است؟ چرا تا حالا کمیسیون مستقل انتخابات نتونسته قناعت خاطر شما را حاصل کنه؟ فکر کوم چې د انتخاباتو کمیسیون هغه څه چې طرزالعمل او قانون کې راځي هغه ته اشاره کړې ده، یوازې په دلایلو باندې اکتفا کوي. دا دلایل هغه څه ګڼي چې دوی یو شکل باندې دا توجیه کوي. دا توجیهات د سبا توان پالنې ټاکنیز ټکټ لپاره د منلو وړ نه دي، ځکه دا قانوني بمډان لري، او تر څنګ د دې طرزالعمل تر پښو لاندې کیږي. موږ به هېڅکله هم ونه غواړو چې د ولس له پاکې رایې سره مقلبې رایې ورګړې شي، ځکه ولس په ډېرو سختو شرایطو کې محلونو مرکزونو ته مراجعه کړې ده، خپله رایه د هغه قانوني او طرزالعمل د اصولو او پروسیجرونو له مخې ناکارولې ده چې هغه یو رایه قانوني کوي، او هغه رایه چې په یو شکل باندې صندوقي رایه وي که هغه کارول کیږي، که د هر چا له خوایي، که د هرې ډلې له خوایي، او که هر څوک یې تحمیلوي، دا به ملي خیانت وزي. سپاسګزار هستم آقای مختاری. کش و قوس هایی که فعلا به میان آمده میان دسته های انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات، تاثیر و پیامدش در شرایط حساس فعلی و امروزی افغانستان چه است؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، انه خیر و ناصر و معین. با عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی و همکاران گرامی، شما مهمان عزیز و ارجمند و بینندگان تلویزیون جهانی نور، اجازه بدید یک مقدمه را اشاره بکنم تا به این بحث برسیم. اساساً انتخابات هایی که برگزار میشه دو تا شأن داره، دو تا جایگاه داره. درست.
یا دو مفهومی کلی را برای جهانیان تداعی میکنم. مفهوم اول یا جایگاه اول یک نوع رفراندوم هست که اصل مشروعیت یک نظام را تمثیل میکنه. انتخابات هایی که دایر میشه معمولا قبل از او مشخص میشه چند نفر واجد رأی دادن هستند، واجد شرایط رأی دادن هستند. این آمار مشخص میشه، مثلا در یک مملکت 30 میلیونی باید مثلا 10-12 میلیون تا 15 میلیون یا کمتر یا بیشتر واجدین شرایط رأی دادن هستند که این افراد باید حضور داشته باشند. هرچی میزان رأی دهنده ها و شرکت کننده ها بالاتر باشه، وجاهت اون نظام، جایگاه اون نظام، مشروعیت اون نظام بالا میره. جایگاه دوم و یا مفهوم دوم انتخابات، تعیین یکی از گزینه‌ها، یکی از کاندیداها یا تیکت‌های انتخاباتی به عنوان تیمی برنده، تیکتی برنده یا رئیس جمهور آینده است. درست. اون چیزی که در افغانستان اتفاق افتاد، ما در هر دو پروسه متاسفانه یا در هر دو مفهوم با چالش و مشکل مواجه هستیم. در مرحله اول اگر ما بیاییم مشروعیت کل نظام را با حضور مردم و تمثیل اراده مردم ارزیابی بکنیم، میبینیم که اصل نظام زیر سوال رفته. درست. چرا که حضور بسیار کمرنگی که در انتخابات در روز رایدهی ما مشاهده میکنیم، با اون چی که امروز بعد شمارش آرا احساس میشه، ما حدود 9 میلیون تا 10 میلیون واجد شرایط داشتیم که باید شرکت میکرده. با احتساب این که بخش عظیمی از یا بخش هایی از کشور در اختیار مخالفین هست، همون مقداری که در اختیار دولت بوده، در اختیار همین نظام بوده، حدود 9 میلیون یا بالاتر از 9 میلیون واجد شرایط رای دادن بوده. که اگر ما شما مشروعیت انتخابات است که ما میخوایم همه این نکته رو عرض بکنم که اینجا یک درست. مشروعیتی بر مبنای عقل، یک وقت مشروعیتی بر مبنای قانون. من میخوام این نکته رو عرض بکنم درست. که انتخابات یک چنین جایگاهی داره. بر مبنای قانونی مشکل نداره. بله، بر مبنای قانونی مردم. اگر 10 نفر هم بالاخره باشه و 2 نفرش به یک نفر رای بده، 3 نفر به یک نفر، خوب مشخص میشه. اما اینجا یک مسئله دیگه هم هست و او به اصطلاح مشروعیت عقلانی هست که عقلای عالم ایره نمیپسنده که در یک مملکت 30 میلیونی یا مثلا از 9 میلیون یا 10 میلیون جمعیت کمتر از 1 میلیون به یک کسی رأی بده و به عنوان به اصطلاح رئیس جمهوری و کشور و نظام بوده باشه. خود این نظام بالاخره یک گوشش میلنگه و این به اصطلاح یک نظام چالش آفرین است در این بخش. درست. بنابراین پس ما در این بخشی از پروسه با مشکل مواجه بودیم که این حاکی از این است که نظامی که ما در گذشته داشتیم نتوانسته به اصطلاح توجه مردم جلب بکنه، به خواسته های مردم توجه بکنه و به وعده های انتخاباتی درست. قبلشان جامعه عمل بپوشانه. این یک نقطه. نقطه دوم بحثی انتخاباتی که صورت گرفت و تیکت هایی که حضور داشتن و علل خصوص 2 تیکتی که فعلا در رأس قرار گرفته، تیکت ثبات همگرایی و دولت ساز. خب در اینجا بحث جایگاه قانونی کمیسیون های انتخاباتی بسیار حائز اهمیت است. اون چی که در کشور ما هست، بحث انتخابات و پروسه انتخابات به وسیله یک کمیسیون پیش برده میشه. در برخی از کشورها به وسیله وزارت داخله پیش برده میشه. اما در کشور ما با کمیسیون‌های مستقل انتخاباتی هستند. یعنی اینکه تحت تأثیر هیچ ارگان و نظام داخلی و خارجی نباید بوده باشن. بله. خودشان هستن و بله. اون سوگندی که یاد کردن و اون تعهد شرعی که کردن باید اون چی که حقیقت هست همو رو بیان بکنه. بله. آرای سفید رو بیان بکنه. آقای مختاری، در صورتی که بحث مستقل بودن کمیسیون‌ها مطرح می باشد، حالا ادعاهای بر تحت فشار بودن سیاسی کمیسیون ها هستن. ما نماینده از تیم دولت ساز هم دعوت کرده بودیم در بحث ما، اما تشریف نیاوردن. خب در صورتی که بحث استقلالیت کمیسیون ها مطرح است، قانون هم تعدیل شد، قانون جدید تصویب شد، طرز العمل ها و لوایح همه معلوم و آشکار است، بازم چرا ما شاهد مشکل هستیم؟ چرا از 9 میلیون تنی که برای انتخابات ثبت نام کرده بودند، کمیسیون زمان اعلان نتایج ابتدایی را بر اساس همون 9 میلیون تن انتخاب بله. کرده بود، اما حالا با سقف مشارکت بیش از 1.5 میلیون تن هنوزم کمیسیون قادر نیست تا نتایج ابتدایی را اعلان کند. مشکل اینجاست که اساساً زیربنای نظام ما اشکال داره، اشکال در اصل نظام هست. در حکومت قبلی، حکومت وحدت ملی، در موافقت نامه‌ای که بین 2 تیم برنده، 2 تیم برتر که
به وسیله دو تیم برتر به توافق رسیده بود، در اونجا فیصله شده بود، توافق کردن، امضا کردن زیر نظر نماینده های بین المللی که در ظرف دو سال روی جرگه قانون اساسی را دایر بکنن و در اونجا نظام تعدیل بشه یا قانون اساسی تعدیل بشه و اصلا ساختار نظام عوض بشه، چون این ساختار کهنه ای که عوارضای فراوانی دار، ساختار است که مربوط به قرون وسطی است، ساختار دوران شاهنشاهی است. این در این دوره دموکراسی نمیتواند جایگاه داشته باشه، پاسخگوی خواسته های مردم و نیازمنده های جامعه بوده باشه. قرار بر این بود تعدیل بشه، متاسفانه نشد. لذا این مشکل همچنان وجود دارد، چون هم در نظام، در این نظام و نظام های گذشته ما تمرکز شدید قدرت در یک نقطه بوده است. این تمرکز قدرت فساد آوره و این تاثیر خودش بالای تمام ارگان های دیگه میگذاره و از جمله بالای ارگان های انتخاباتی. سپاسگزارم آقای صفایی. کمیسیون مستقل انتخابات گفت که با دستای انتخاباتی که معترض هستند ما نشست های تکنیکی داشتیم. چه چیزایی اونجا بحث شد و چرا اون نشست های تکنیکی هم نتونست قناعت خاطر شما را فراهم بسازد؟ او ګورې اغل ته په څو مواردو خبرې وشولې. یو دا و چې د یو لکو دوه زره رای سرنوشت معلوم شي، د افغانستان د اساسي قانون په رڼا کې دغه یو لکو دوه زره رای چې له وخته مخکې وروسته دي په ډېر صراحت باندې موضوع د انتخاباتو د کمیسیون قانون ته سپاري چې په نهه نویمه ماده کې دغه قانون یولسم بند او نهم بند په صراحت سره ده یادونه کوي، او تر څنګ یې نولسم بند هم دا خبره یادوي چې کومه رایه چې له وخته مخکې ده او له وخته وروسته کارول شوې ده هغه په یو شکل باندې ځکه ابطال ته ځي چې د انتخاباتو کمیسیون له اوو بجو سهار نه تر پنځو بجو مازدیګره کار وکړل. استدلال کمیسیون در اینجا چه است؟ په کمیسیون کې په صراحت سره په دغه ماده کې په صراحت سره دا ویل شوي دي چې که پنځه بجو په موده کې یا پنځه بجې په لاین کې څوک ولاړي دا خلاص کوي، بیا له هغې وروسته څوک حق نه لري چې دغه وکړي. کمیسیون په یو شکل باندې وایي چې دا په بایومیټریک کې ستونزه وه، ټایم نه و سیټ شوی، تخنیکي ستونزه وه. خو په داسې حال کې چې بایومیټریک کې بیرته زموږه استدلال دا و چې هغه د څلېرویشت ساعتونو لپاره فعال شوي، یعنې که تاسو سهار یوه بجا دا فعال کوي تر سبا یوې بجې پورې دا اوتوماتیک شکل باندې مخته ځي، خود یې قناعت نه کوي په یو شکل باندې. درست. اینجا استدلال شرکت در ملوک چه است؟ وګورئ، اوس په دې موضوع کې د انتخاباتو کمیسیون ډېر ښکېل دی، هغوی یوازې دا رایه ورته مشخصه کړې ده چې یو لکو دوه زره رایه ده. د انتخاباتو کمیسیون وایي چې دا تخنیکي موارد دي چې دا بایومیټریک پورې اړه لري او دا په یو شکل باندې دوی ته قانونیت ورکوي. خو موږ چې بیرته طرزالعمل ته ګورو او این آرا تنها صرف در زمان اختلافی هستند و دیگر شرایط بایومیتریک را با خود دارند. بله، او دا بایومیتریک شرایط لري، خو دې کې د سرای مشته چې د شپې اته بجې کارول شوی ده، په دې کې د سرای هم شته چې سهار شپږ بجې مخکې لدی چې مرکز ته څوک ځي د رایې کارول شوی ده. بنان موږ وایو چې دغه رایه باید د قانون خلاف نه وي، د طرزالعمل خلاف نه وي، او په دې کې د پاک رای سره دغه رایه چې مشکوکه ده، شک پیشته دی او اعتماد وړ نه ده، دا رایه باید یو ځای شما خواهان ابطال تمامی این آرا هستین؟ طبعا طبعا، یو خو دا موضوع ده، ایدې تر څنګ بیا زر نورې رایه هم شته دی. هغه رایه داسې دي چې تصویر او تذکره سره سر نه خوري. په دې کې طرزالعمل په صراحت سره دا وایي چې که یو عکس او د تذکرې عکس سره 50% ورته والی ونه لري، نو دا رایه خپله اوتومات ابطال ته ځي. په داسې کمیسیون در همین مورد هم اختلافی است با شما؟ طبعا په دې کې کمیسیون 50% گزینه نیولې وه، یعنی غوښتل چې په یو شکل باندې دا موضوع ابطال ته وی نه سي. په دې کې هم توافق د نظر نشته دی، وحدت نظر نشته دی. ایدی تر څنګ بل مورد چې لرو هغه د ورکو شو بایومیټریکونو په اړه دي. اوه سوه بایومیټریک ورک دي، او د انتخاباتو کمیسیون په یو شکل سره هغه رایه چې بایومیټریک ورک دی هغه په خلکو مني. په داسې حال کې چې دوی خپل هم بیرته بیا نارې وایي چې بی بایومیټریک رایه د منلو وړ نه ده. په داسې حال کې کله چې بایومیټریک ورک شي، د قانون یو اتمه ماده څلورم بند په ډېر صراحت سره دا خبره هم کوي که یو چیرته بایومیټریک ورک کیږي یا ماتیږي، نو د دې هغه ټول دغه چې دی سزا یې په هغه چا باندې ده، یا هغه څوک مجرم دی چې دی ورک کړي دي، چې هغه د محل کارکوونکي دي، د محل رئیس دی، یا اړوند ولایت دی. شما خان ابطال همین آرام هستین؟ طبعا، د دې رایو د ابطال غوښتونکي هم یو. د دې تر څنګ اساس دا دی هغه څوک چې بایومیټریک ورک کوي
هغه ته قانون 15 کاله سزا وړاندې کړی ده چې دوی باید 15 کاله باندې تیر کړي، ځکه دوی د یو ملي پروسې په مقابل کې خنډ شوي دي او آن تر دې چې د دغې ورکېدو رپورټ هم مرکز ته نه دی سپارلی. خب اقدام کمیسیون در مقابل این دستگاه هایی که مفقود شده و از طرف کسانی که این دستگاه ها دوباره تسلیم نشده به کمیسیون چه بوده؟ دوی کله چې دوی د یو ځل بیا ټاکنو ورځ ځنډوله، یعنی دوی وشتم د عقرب دوی یو ځل یو کانفرنس ورکړ، دوی ویلي چې دا کسان چې په ولایتونو کې دي دوی په شکل د تقلب پلویانو، دوی بایومیټریکونه ورک کړي دي، دوی د ورکو بایومیټریکونو یا ماتو بایومیټریکونو رپورټ مرکز ته نه دی سپارلی، په یو شکل باندې د قانون خلاف کړنه ده. نو بنان دوی ته داسې وویل چې دا کسان باید ریپورت ورکړل شي او سزا ورکړل شي او د بیا شمیرنې پروسه کې هم دخیل نه شي. خو که وکتل شو چې مازیګر باندې بل کانفرنس ورکړل چې خپلو هغه تیرو هوکړو نه اوښتي وو، په یو بل شکل باندې دا پروسه وویل چې موږ یې بیا شمیرنې ته ځو. سپاسگزار هستم آقای مختاری. برمیگردیم به سوال قبلی ما که من پاسخ دقیق نگرفتم. پیامد این کشف قوس‌های انتخاباتی چه است؟ ما در شرایط حساس قرار داریم. از یک سو بحث گفتگوهای سال هست و از سوی دیگر اوضاع خود کشور. در صورتی که اختلاف میان دست‌های انتخاباتی باشد، تیم حاکم دو تیمی که در قدرت شریک هستند، چقدر میتواند تاثیرگذار باشد بر اوضاع کلی کشور؟ طبیعی است که قانون ساخته میشه برای اینکه سهولت را در زندگی انسان‌ها در یک جامعه فراهم بکنه. درست. اگر یک چهارراهی را شما در نظر بگیرید، اینجا چراغ سرخ و سبز و زرد در نظر گرفته میشه. این چراغ سرخ معنیش اینه که کسی که در او سمت قرار داره باید توقف بکنه تا چراغ سبز شود، تا فرصت برای دیگرا باشه. حالا اگر کسی نمی چراغا را مراعات نکنه، طبیعیه که در اونجا تصادف صورت میگیره، در اونجا بحران به وجود میاد، در اونجا چالش ایجاد میشه، جان انسانها به خطر قرار میگیره، با خطر مواجه میشه. دقیقا اون چی که تاکنون اتفاق افتاده، عدم رعایت قوانین و ضوابطی که خود کمیسیون ها ایره تدوین کردن و بر اساس او فیصله و بر اساس او مقرره ایجاد کردن، فعلا که پای خودشان روی مقررات گذاشتن، بحران ها را ما در ولایات مختلف در مرکز و در میان تیکت ها ما مشاهده می کنیم و طبیعی است که پس لرزه های یک چنین بحرانی، یک چنین زلزله سیاسی و یک تنیشی که در مرکز ایجاد میشه، در تصمیم گیری ها با وجود میه، اینا کلا در سطح کشور و جامعه آثار منفی خودش به جای میگذاره. عملا ما همونطوری که شما اشاره کردید بحث پروسه صلح داریم. خب طبعا این تنش ها در این پروسه هم بالاخره خودش نشان خواهد داد و از طرف دیگه دنیا رو هم نسبت به ما بی‌باور خواهد ساخت. ما که سر یک پروسه انتخابات بر اساس قانونی که خود ساخته ایم ما نمیایم به تفاهم و توافق برسیم، طبیعی است که به سر مسائل کلان دیگه به هیچ عنوان ما به توافق نمیرسیم. لذا این مشکلات عدیده ای را دامنگیر مردم و ملت ما میسازه، مردم را دچار تشویش میکنه. درست. و بالاخره بحران ها را یکی پس از دیگری در دامان کشور ما می اندازه. آقای مختاری، فکر میکنین ما داریم عین شرایط سال 2014 را تجربه داریم و یا این که میشود فرق را گذاشت میان اون زمان تا این زمان؟ با کمال تأسف بلکه بدتر از اون زمان هست، به دلیلی که او در او دوره ما لااقل دستگاه های بایومتریک را نداشتیم. خب شمارش آرا بود، صندوق بود و بالاخره ریخته میشد و اونجا خب به اکثر تقلبات صورت میگرفت، از دیدها پنهان میشد، با شماری او مشکلاتی داشت و بالاخره تشخیصش چندان آسان نبود و بالاخره خب با بحران رفت و حکومت وحدت ملی به وجود آمد. اما در این دوره ما دستگاهی به نام دستگاه بایومتریک داریم، یعنی دیگه به انسانها اعتماد نشد. انسانها در این مملکت اونقدر ضعف خودشان را به نمایش گذاشتن که دیگه به انسان در این مملکت اعتماد نمیشه. آوردن یک دستگاهی را با هزینه بسیار گزاف و بالای خریداری کردن، بالای 100 میلیون دلار از سرمایه این ملت که مردم ها پول صدقه سر اولاد خودشان را برای این ملت و مردم کمک کردن، او را ما خرج انتخابات، خرج خرید این دستگاه ها کردیم. مبنا را هم گذاشتیم، اون چی که همین دستگاه، این دستگاه دیگه عقل و شعور نداره، تعصب نداره، این متعلق به این حزب و او حزب یا این تیکت و تیکت نیست. اون چی که حق اون رو بیان میکنه، اون رای سفیده، اونی که مطابق اون رو طرز العمل هست او رو محاسبه میکنه، اونی که مخالف این طرز العمل هست او رو کنار میگذاره. خب همین بلفین همین کار کرد. حالا ما با همین دستگاه با تکنولوژی ما فعلا مشکل داریم. مشکل چرا؟ با وجودی که دستگاه بایومتریک هست ما بازم مشکل میکنیم. او مقدمه رو به خاطر همین سوال شما عرض کردم که اصل ساختار اشکال داره.
دستگاهی که خود خریداری کردیم و آوردیم و را قاضی قرار دادیم، این دستگاه حکم صادر کرده، قضاوت خودش را کرده، آرای سیاه و سفید از همدیگه جدا کرده، باز ما قبول نمی کنیم. چرا ما قبول نمی کنیم؟ برای که ما قدرت داریم، زور داریم، امکانات داریم، از این ابزاری که در اختیار ما هست استفاده میکنه. عملا ما دیدیم در قندوز بالاخره نیروهای امنیتی را وادار کردن بالای مردم تیراندازی بکنن و اونجا ما یک شهید داریم، یک نفر کشته شد، چند نفر مجروح شده و با همین نیروهای امنیتی رفتن چندین ولایت دیگر هم با زور نیروهای امنیتی دوباره به بازشماری گرفتن. سپاسگزار هستم. آقای صافی، از ائتلاف و تیم ثبات و همگرایی با دستای انتخاباتی دیگر هم بسای شده در تحریم بازشماری آرا، در صورتی که صفا منسجم تر باشد چقدر میتونه تأثیر گذار باشه روی تصمیمی که کمیسیون مستقل انتخابات میگیره، حالا که کمیسیون دوباره کلیک زده و آغاز کرده روند بازشماری آرا را در ولایت ها؟ او گوری لپیلا لیاو تاکنیس تکت پراتا اکثریت کاندیدان دی تاکنو دیرونوالی او دی بایومتریکی رایو خبره کوي، خو یو مشخص کاندید کوشش کوي چې هغه خیالي رای په یو شکل په خلکو باندې تحمیل کړي، تر ډیره پورې لیلا الهام دوی ونه توانیدل چې هغه صندوقي رایم په خلکو ومني، کنه دا به یو ډیره لویه افتضاع وه، ځکه دوی کوشش کوي چې دغه اته یا نه لکه رای هم چې ابطال ته لاړلې دا هم په پاکو رای کې ورګډې شوی وای، چې په هماغه اول ځل به متاسفانه د تقلب لاره یو څوک په ولس باندې د بیا ځل لپاره را ولس مشر کړی و، خو ولس اوس ډیر زیات هوښیار شوی دی او کاندیدان هم پوهیږي چې قانون څوک پلی کوي او څوک په دې پوهیږي چې په افغانستان کې راتلونکی زعیم جوړېدلی شي، ځکه په افغانستان کې متاسفانه 15-13 کالونه د افغانانو لپاره دردسر و او افغانستان په یو شکل باندې اقتصادي برخه کې ډېر کمزورۍ سره مخ کړ. نو دغه دولس کاندیدان چې یو مشترکه شورا یې لرله، ثبات او امن ټاکنیز ټکټ هم هغه څوک دي چې تلې د انتخاباتو پروسه کې د تقلب د مخنیوي لپاره غږ پورته کړی دی. زه فکر کوم ولس جمع دغه کاندیدان جمع تیفا فیفا او تر ډیره پورې بین المللي ناظرین هم په یوه خوله د ناپاکو رایو تفکیک له پاکو نه دې ته لومړیتوب ورکوي. دا کولی شي پروسه په لویه کې په یو شکل باندې انتخاباتو کمیسیون خپل کار ته متوجه کړي او د قانونیت او طرز العمل د پلی کېدا لپاره زمینه وسی. یک دیدګاه هم امین است که کمیسیون انتخابات مستقل است و باید تصمیم بگیر نباشه از طرف دستهای انتخاباتی، اینجا باید خود عمل بکند. دیدگاه شما در این مورد چی است؟ نظریات شما چقدر میتونه سازنده باشه برای کارکرد کمیسیونی که به نوبه خود مستقل است، باید خود مستقلانه تصمیم بگیرد؟ او گوری متاسفانه غیر قانونی گونگسی دی سبب شویدی چی ملی پروسی هم پیو شکل بانده راگڑی وڈی کی یا پیو شکل بانده منگ بی باوری تلاش شو، ملی امنیتی زواکونا دی انتخاباتو خپلواک کمیسون یا نور آغا ملی بنسوتونا چی دی شخصی اغراضو لپارا پدی که کارت ری خسل کی گی، دا پدی مانا دی چی متاسفانه پا افغانستان که منگ هیچ موقف او هغه څه چې ملي دی هغه منګه نشو ساتلی او د یو مشخص کاندید په نفه باندې دا کار کیږي، دا یو لوی اندېښنه ده. از نیروهای امنیتي استفاده سیاسي شده اینجا در انتخابات؟ طبعا تاسو ګورئ پرون خمس سالو په تیرو ورځو کې هم همدغسې یو موضوع رامنځته شوله چې په انتخاباتو کمیسیون کې قلف مات شو، په هغې کې امنیتي ځواکونه متاسفانه یو شکل باندې ښکېل ول چې خپله د انتخاباتو کمیسیون د دارالانشا امنیتي کس چې یادونه یې وکړله چې دته د نورو خلکو له لوري امر شوی تر څو دا قلف مات کړي. دا هغه څه دي چې هیڅکله ولس نشي کولی چې تحمیل کړي په ځان باندې او تحمل کړي. نو زه فکر کوم چې د انتخاباتو کمیسیون هم باید خپلواک پاتې شي، ملي امنیتي بنسټونه هم باید خپلواکي حفظ کړي تر څو وکولی شو په افغانستان کې د راتلونکي لپاره په انتخاباتو باندې د خلکو بې باوري کمه نه شي او دغه ملي بنسټونه چې دي ملي پاتې شي او هیڅوک په دې کې د قوم د ژبې د سمت تعصب او نورو بلابلو مسائلو دامنگیرو نوسی. سپاسگزارم. آقای مختاری، بحث استفاده سیاسی از نیروهای امنیتی اینجا مطرح است. آقای عبدالله این بحث را خیانت ملی عنوان کردن. چرا باید این گونه دستبندی های باشه که منافع ملی قربان شود؟ نیروهایی که به خاطر مبارزه با تروریسم و دهشت افغانی و حفاظت از جان و مال مردم افغانستان می جنگن، چرا باید استفاده سیاسی از اونا صورت بگیرد؟ پیشتر هم عرض کردم که مشکل در ساختار هست. ساختارها به گونه ای ساخته شده، قوانین ما در گذشته به گونه ای تنظیم شده که تمام
اقتدار یک مملکت در اختیار یک فرد یا دو فرد خاص قرار میگیره و این تمرکز خود قدرت از لحاظ اخلاقی فساد آور است و بشر خب همواره در معرض وسوسه قرار میگیره. از این جهت متاسفانه حکومت در شرایط فعلی در موارد مختلف از امکانات دولتی سوء استفاده کرده، استفاده های شخصی انجام داده، چی در پروسه انتخابات که ما قبل از برگزاری انتخابات ما عزل و نصب های فراوان داشتیم، والی ها عزل و نصب شد و بالاخره وزیرها همینطور یا برخی از ادارات دیگه، قماندان های امنیه و بعضی مسئولینی که به نحوی اینا میتونه در پروسه انتخابات تاثیرگذار بوده باشه، خود این استفاده به اصطلاح سو از قدرت و از امکانات یعنی سیاسی بود. صورت گرفته به خاطر شکل گیری یک بحران؟ طبعا دیگه خود در یک بحران به این معنا که تمام ابزارها به گونه تنظیم شده که باید آب با آسیاب یک نفر ریخته شود، باید قدرت همچنان در اختیار یک نفر باقی بمانه، کما اینکه در شرایط فعلی هم ما این مسئله رو میبینیم. همه دنیا، همه ناظرین، همه کاندیداها و دستگاه‌های بی‌عقلی که فقط اون عدالت رو بالاخره بدون تعصب بیان میکنه، اینا همه داد میزنه که این کار برخلاف قانون و قوانین صورت گرفته، ولی متاسفانه یک عده خاص و یک تیم خاص تیم دولت ساز صورت گرفته. بله، به نفع یک تیم خاص طبیعیه دیگه، که به قول معروف میگه آب زور سر بالا میره دیگه، زور غالب نداره. بابا تمام دنیا میگه که اینجا تقلب صورت گرفته، آرایی که قبل از آخر در کجای دنیا دیدیم قبل از ساعتی که خودی کمیسیون اعلام کرده که انتخابات آغاز بشه، اگر چند ساعت قبل از او انتخابات رای استعمال میشه، این رای خب باطله. او آرایی که قبل از وقت معینه و بعد از وقت معینه انجام میشه، این در تمام دنیا باطل هست، ولی فعلا او رای را میخوان به اصطلاح شستشو بدن، رای شویی میکنن یک عده. رایی که بر اساس بایومتریک نبوده باشه، خب بر اساس فیصله خود کمیسیون ها که در بالاخره خود تیکت های را پذیرفتن، فیصله کردن، این رأی ها قابل اعتبار و قابل ارزش نیست، به عنوان رئیسی ها محاسبه میشه. دستگاه هم بی‌طرفانه مشخص کرده، آرا را مشخص کرده، این طرف گذاشته که اینا بر اساس قواعد و ضوابط انجام نشده، استعمال نشده، ولی باز هم یک تیکت خاص و یک تیم خاص قبول نمیکنه. یه حرف زوره دیگه. آقای مختاری، یک بحث هم اینجا مطرح است. وقتی قانون انتخابات تعدیل شد، کمیشنرا از سوی دستای انتخاباتی و احزاب سیاسی معرفی شدن و صرف حالا یک دسته انتخاباتی است که هیچ مشکلی نداره با کارها و طرز عملهای کمیسیون انتخابات. اما چرا در صورتی که کمیشنرا معرفی میشن از سوی دستای انتخاباتی و احزاب، باز هم ما شاهد این چنین یک مشکلات هستیم و دستای انتخاباتی ظاهرا ناراض هستند؟ خب طبیعی است که انسان، هر انسان قیمتی داره، هر انسان ارزشی داره. بالاخره ما فعلا در جایگاهی نیستیم که متهم بکنیم کمیشنرهای محترم. هنوز ما امیدوار هستیم که از کمیشنرهای سابقه اینا درس عبرت لازم را بگیره، همونطوری که اونا کشور را با بحران بردن و بالاخره امروز بعضی از اونها شاید در زندان‌ها بوده باشه، با یک نام سیاهی در تاریخ اونها نامشان ثبت شد، اینها هم باید از اونها عبرت بگیرن. ما هنوز به پایان پروسه نرسیدیم که حکم صادر بکنیم که اینا واقعا خریداری شدن، ولی روند کار به گونه ایه که هر انسانی حدس میزنه لااقل وقتی خود کمیشنرها برخلاف مقرره ای که خود فیصله کردن، خود طراحی و دیزاین کردن عمل میکنه و از اون طرف تمام این برنامه‌ها به یک نحوی در راستای اهداف یک تیکت قرار می‌گیره، هر عاقلی به این شک و شبهه می‌افته که اینجا باید یک معامله صورت گرفته باشه و الا چطور میشه که همه تیکت‌ها، همه دنیا یک طرف شده، یک تیکت و یک جمع خاص یک طرف شده. و در درون خود کمیسیون ما خود دیدیم بعضی از کمیشنرها قاطعانه اعلان کردن که اینجا خب معاملاتی صورت می‌گیره و بالاخره معامله، نگفت که معامله صورت می‌گیره، ولی گفت ما در برابر معامله‌گرها نیستیم، اونهایی که تقلب سازمان یافته و تقلب گسترده انجام میدن. وقتی یه حرف یک کمیشنر میزنه، معنیش اینه که یک دستی داره اونجا فعالیت میکنه، یک اقدام در شروف انجام هست. به شما برمیگردیم آقای صوفی. انتقادهایی هم از به خشونت کشیده شدن اعتراضها معترضین از در ولایت‌های مختلف، از جمله امروز معترضین به دفتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات در بدخشان یورش بردن. خب انتقادای اینجا مطرح میشه و بحثا از خشونت مطرح میشه. آیا خشونت میتونه کارساز باشه و یا اینکه راه بحث و گفتگو میتونه راه حل برای مشکلات فعلی باشه؟
متاسفانه په دې برخه کې هر څوک زور زیاتی نه کار اخلي، کده د انتخاباتو کې میسونی، کده د یو مشخص کاندید له لوري نه د امنیتي ځواکونو په استفادې دا کار ترسره کیږي، دا د قانون خلاف دی او دا هغه څه دي چې مشکل لا زیاتوي او دا د ولس حق ګڼو. دوی په متامیزه او سولهیزه فضا کې کولی شي راشي له خپلې رایې نه د دفاع لپاره راوځي. دا هغه څه دي چې دوی قانونیت لري او هغه څوک چې دوی په وړاندې درېږي زور نه کار اخلي، هغه هر څوک وي، دا په یو شکل باندې پروسې بې باورۍ ته لا زمینه مساعد دی او پروسه بحران ته بیایي. زموږ هیله دا دی چې د یو ټاکنیز ټکټ په توګه پرېږدي چې ولس هغه څه چې واقعیت دی هغه ووایي، که دا په هر ولایت کې، که په شرق کې، که په غرب کې. معنا دا دی چې دا خلک به د خپل حق لپاره، د هغه څه وینا لپاره چې دوی لري په یو شکل باندې که موږ دا اعتراض کو په وړاندې یا درېږو په وړاندې، دا به هغه څه وي چې موږ به قانون نقص کړی وي او د قانون نقص په صورت کې طبعاً چې هغه څوک نقص کوي ناقضینو ته به سزا ورکړي. اما این انتقاد به شما مطرح است، گویا فضا به خشونت کشیده شده و معترضان با یک روحیه دیگر به کمیسیون‌های انتخابات در ولایت ها یورش بردن و بیشتر این انتقادها به شما مطرح برمیگرده، دیدگاه شما چه است؟ او گوره ای پولیتو که کاغر چیت دی ولس خپل راپورته کیگی دی خپل پاک رای دفاع کهی، اوگوی پی صورت نگواری چه دوی پیو شکل بانده ناپاک رای پا دوی تحمیل شی او هاگم انتخاباتی مافیا چه پا خواهی دی دیل پر دیر زیاد کار کرده و ترسو پا ولس بانده تقلبی رای اومنی هاگ دانشی زغملای بنان که دا پارچا بانده تورنیگی دا ولس ده، ولس زور ده، خدای زور ده. هغوی د خپل رای دفاع کوي، د دوی په مقابل کې باید زور زیاتی نه کار وانخیستل شي. که زور زیاتی کېږي دا قانون ماتونه ده، او مخکې له دې چې موږ د دې قانون ماتونې په مقابل کې درېږو نو طبعا معلومه خبره ده چې د ولس په مقابل کې درېدل هم موږ ته د زغم وړ نه دي. موږ هېڅکله نه غواړو چې یو مشخص کاندید په ولایتونو کې یا په مرکز کې په هغه چا باندې چې هغوی د قانون په مقابل کې چې قانون نه دی عملي شوی راپورته کیږي دوی ورسره بیا قانون ماتونه کوي. معنا دا دی چې یو اشتباه خو دلته ده چې زمونږ ټاکنیز ټکټ او نور ټاکنیز ټکټونو چې یو حق دایه لري دې ته هرکلی نه ویل کیږي، ځواب نه ویل کیږي، او د ځواب تر څنګ دلته هم تشدد، بیا هغلته هم تشدد. نو معنا دا دی چې زه فکر کوم چې دا دواړه قانون ماتونې به د دې سبب شي چې د انتخاباتو پروسه کې به بیا بیرته د دغه بحران عاملین هغه څوک وي چې هم خلک اعتراض ته نه پرېږدي او هم حق وینا نه شي کولی. فعلا روند بازشماری آرا جریان داره و یا اینکه بنابر اعتراض شما و دستهای انتخاباتی دیگر متوقف شده این روند؟ متاسفانه چې یو ځل بیا دوی اعلان وکړ چې دوی به بیا شمیرنه کوي، خو خوشبختی خبره داده چې ولس به هیڅکله ونه غواړي چې ناقانون رایې بیا وشمیرل شي. په داسې این سرتاسری بوده و یا در بعضی از ولایت بوده؟ فکر کوم چې که دوی دغه هغه ناظرین چې موږ ته وایي دوی کوشش کوي چې په یو شکل باندې مخکې له وخته وروسته له وخته هم بیا شمیرنه وکړي. یو خو دغه بیا شمیرنه به مشروعیت ونه لري، او بل معنا دا دی چې که دوی په واقعي بنا باندې د قانون ناقضین نه وي او د قانون نافذین نه وي او د قانون په پلي کولو پروسه مخته وړي، نو بیا نو په یو شکل باندې پټ کار مخ ته وړل څه معنا؟ بل معنا دا دی چې راځئ د دې په ځای چې موږ پټ دا کار ترسره کوو یا خشونت په مقابل کې دا کار ترسره کوو، اول ستونزې حل کړو. مرکزي دغه درې لکه رایه چې له پاکو رایو سره یو ځای کیږي متاسفانه په سرور کې، د دې لپاره چې ور یو ځای شي، د دې لپاره هڅه کیږي، د دې لپاره خلکو ته اقناع حاصل کو او ټاکنیزو ټکټونو ته قناعت ورکړو. که دلته قناعت نه شو ورکولی نو په ولایتونو کې خو ته بند بیا اعتراض په مقابل کې خشونت ځوابګوی نه ده، نو بنان پروسه متاسفانه چې بحران ته وړلی شي. سپاسگزار هستم آقای مختاری. شما بس از جهان و بس از کمیشنرها را مطرح کردین، دیدگاه های هم هست، کمیشنرها این موضوع را مطرح کردن که گویا حتی نهادهای جهانی هم دارن مداخله میکنن در انتخابات افغانستان، موضوع و بس یک کمیشنر همگانی شد. فکر میکنین آیا دستای جهانی هم در افغانستان دنبال این نیستن که ما یک انتخابات شفاف و عادلانه داشته باشیم؟ متاسفانه بسیار از قدرت‌های دنیا افغانستان را به عنوان میدان نزاع و مخاصمه و جنگ خودشان برگزیدن، مثل برخی از کشورهای دیگه که با کمال تأسف قربانی نزاع مردم افغانستانه. اونا رقابت‌های بین المللی و جهانی خودشان داره. اینطور نیست که قدرت های جهانی دلشان به حال مردم افغانستان سوخته باشه که اینا عقب افتادن، اینا به
به حق خودشان نرسیدن، اینا دچار محرومیت و مظلومیت هست. این حرفا نیست، اونا دنبال منافع خودشان هست. از جنگ افغانستان اونها بهره میبرن، در ظاهر با ما کمک میکنن، ولی در باطن اونها میلیاردها چندین برابر از اون چیزی که مصرف میکنن اونها درآمد کسب میکنن. از مواد مخدری که در افغانستان تولید میشه مافیای بین المللی دریای امکانات به دست میارن. از نزاعی که در اینجا هست و در جاهای دیگه اونها میلیاردها دلار اسلحه به فروش میرسانن، آقایی خودشون رو در دنیا تثبیت میکنن. خب بنابراین اونها دلسوزانه حرف نمیزنن. بگویم از بحران انتخاباتی افغانستان جان چه سودی میتونه بده؟ طبعا وقتی یک نقطه زخمی باشه میکروب های متعدد اینجا جمع میشن و از این میکروب ها استفاده میشه. وقتی افغانستان یک افغانستان آرام باشه، یک حکومت قدرتمندی که در سراسر افغانستان سلطه داشته باشه و یک کشور مستقل بوده باشه، اینجا داعش چی میکنه؟ اینجا طالب چی میکنه؟ اینجا القاعده چی میکنه؟ اینجا به اصطلاح تروریست‌های دیگه چی میکنن؟ خب باید یک نقطه ناامن پیدا بکنن تا با بهانه ناامنی نیروهای به اصطلاح معترض دنیا را در اینجا جابجا بکنن. چند وقت پیش شما دیدید که تعداد از داعش‌ها عبور کردن از مرز افغانستان به تاجیکستان، به ازبکستان، کشورهای آسیای میانه، بالاخره برای اونها دردسر و درگیری ایجاد کردن. خب طبیعی است که اگر افغانستان کشور امن باشه امکان فراهم نیست. به راحتی خارجی ها در اینجا رفت آمد میکنن به نام داعش، به نام القاعده و با نام های مختلفی دیگه. چند وقت پیش دیدیم درگیری هایی که در اچین صورت گرفت، در ننگرهار خود تعداد زیادی تسلیم شدن، به ظاهر تسلیم شدن. اینا حاکی از اینه که خب خیلی از قدرت های دنیا نمیخواد افغانستان امن باشه. نکته ای که شما اشاره کردید بسیار جای تعجب هست، از یک نماینده سازمان ملل، سازمان جهانی. این یه بسیاری از بحران های دیگه در کشور اتفاق میفته اظهار نظر نمیکنه. یک بگومگوی خیلی عادی که بین دو نفر در کوچه و بازار هم اتفاق میفته، در یک اداره هم اتفاق میفته، در هر جای دیگه ممکنه یک دو بگومگوی بین دو نفر اتفاق میفته در یک اداره و اینا، اینو آمده بولتش کرده، حکم صادر کرده که باید حتما اخراج بشه. آقا اینجا انتحار و انفجار میشه صاحب که هیچ ثابت هم نشده. اینجا انتحار و انفجار میشه، اونا موضعی نمیگیرن. اینجا انتخابات ما به چالش میره، آبروی مملکت ما به خطر میفته، کسی حرفی نمیزنه. اینجا صدها هزار آرای تقلبی مردم جان کندن در روز انتخابات، به اصطلاح از جان خود مایه گذاشتن، آمدن اینجا رأی دادن. اما یک عده به اصطلاح قاچاقچی‌های آرا، اینها آمدن رأی تقلبی درست کردن، همه هم واضح و روشن شده. دستگاه خودشون، دستگاهی که خودشون ساختن، این دستگاه را مشخص کرده. به جایی که بیاید در قبال این موضع گیری بکنه، به جایی که کارهای فراقانونی که خود کمیسیون‌ها انجام میدن، کارهای فراقانونی که برخی از به اصطلاح تیکت ها را انجام میدن، به جایی که در این زمینه ها بیاید اعلان موضع بکنه، یک حرف راهگشا داشته باشه که افغانستان را از بحران بیرون بکشه، میاد یک مسئله بسیار جزئی را اونقدر بولد میسازه برای که مسائل اصلی تحت شعاع قرار بگیره. گاهی وقتها یک سری شگردهایی در دنیای سیاست وجود داره که میخوای یک مسئله، مثلا وقتی برای که از یک بحران نجات پیدا بکنن، بحران دیگه خلق میکنن. برای که این همه فساد، این همه جنجال، این همه مشکلات و چالش هایی که در کمیسیون انتخابات و در انتخابات افغانستان وجود، برای که این را به یک نحوی به اصطلاح زیر سایه قرار بدن، میرن این مسئله کمیشنر مطرح میکنن تا مسائل اساسی کاملا به صورت زیر پرده در راستای اهداف خود اونا رقم بخوره. آقای صافی، آقای عبدالله هشدار دادن از پیامدهای بازشماری آرا در صورتی که کمیسیون انتخابات به بازشماری آرا ادامه بدهد. این هشدار و این پیامدی که شما از آن صحبت میکنین چه است؟ او گوری د سبا تمام پانل تاکنیست که در دیر پوری پا قانونی لارو بانده فکر کرده. هر اغلار چه د قانون په بنا باندې موږ ته ټول هیوادوالو ته اجازه ورکوي چې خپل غږ پورته کو، د انتخاباتو کمیسیون خپل کار ته متوجه کو او د قانون خلاف ودرېږو. هغه اعتراضات به ټول موږ لومړیتوبونه وګڼو. دلته اساس دا دی چې متاسفانه د انتخاباتو کمیسیون باید موضوع دومره کشالهداره اوږده نه کړي، ځکه دا د افغانستان د ولس لپاره د حیاتي ارزښت لري. دا ملي پروسه ده او په دې کې راتلونکي بې باورۍ هم رامنځته کیدای شي که پروسه په دغه شکل باندې بحران ته ځي. نو په راتلونکي کې هیڅ ډول ټاکنې په افغانستان کې ممکن نه دي او خلک به راونه وځي، رایه به ونه کاري، ځکه یو خو امنیتي ستونزې ډېرې زیاتې دي، بل خواته اقتصادي بدبختۍ دلته ډېرې زیاتې شولې، فقر زیات دی. نو په دغسې او حساسو شرایطو کې
د انتخاباتو پروسه کې د یو مشخص کاندید په نفع باندې دغه کارونه ترسره کول ښه شګوم نه لري، او دې ترڅنګ موږ به ټول هغه قانوني لارې چې د افغانستان د ټولو قوانینو په رڼا کې وي هغه به مخته یوسو. خو تر ټولو مهمه دا ده چې بیا هم د انتخاباتو کمیسیون نه هیله کیږي چې خپل واقعیتونو ته راوګرځي، حق ته راوګرځي، قانونیت ته راوګرځي، او د افغانستان د ولس د ارادې سره دوګونه چلند ونه کی، او په یو شکل باندې بې پرې واوسي، او د هغه موضوع چې په راتلونکي کې د دوی لپاره بد عواقب لرلی شي هغې نه خودداری وکړي. درسته، شما از سال 2014 یاد کردین و گفتین خواب 2014 را ببینند. فکر میکنین در عین مسیر روان هستین و پیامده که شما از آن صحبت کردین فعلا مردم اعتراض دارن، پای دفترهای ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات اعتراض دارن، چیز بیشتر از این هم وجود خواهد داشت؟ او گوره 2014 کال تیر شو، اوس شرایطو تغییر کرده، دولس شور پورته شویده، خلق پا قانون بانده دیر پوی شویدی، پا هوای یو چه لری، ولس خپلا زان تکلیف ورکړ. اوس لیلا الحمد په ډیرو بیلابیلو برخو کې له نړۍ سره سیالي په بیلابیلو برخو کې د دې ترڅنګ فرق دا دی چې هغه ځل صندوقي رایې وي د هغې شمېرل هم ډېر سخت و، کار چې هر څومره تقلب وکړ یو مشخص کاندید هغه وخت کې د تقلب ریکارډ مات کړی و. خو فرق دا دی چې دا ځل رایه معلومه ده، سرنوشت کولی شو د پاکې رایې په لویه کې د هغې په حسابولو باندې مشخص کو. نو فلهذا اوس هر څه معلوم دي، اوس یوازې دا کیدلی شي چې قانون پلی شي. نو تفاوت ګام بعدی شما چه خواهد بود؟ مشخصا موږ به هغه قانوني اقدامات چې لرو هغې باندې فکر کوو، قدم په قدم به مخکې ځو تر څو د انتخاباتو کمیسیون خپل هغه طرزالعملونه او قوانین چې دوی ته وضع شوي دي په هغې باندې عمل وکړي. سپاسګزارم. آقای مختاری، راه حل چه است برای بحرانی که فعلا دامنگیر ما هست؟ راه حل چند نکته در ارتباط با رای حل. یکی این که کمیسیون ها بر اساس اون چی که طرز العمل ها و قوانین انتخاباتی حکم میکنن مطابق اون رو عمل بکنن. آرایی که دستگاه بایومتریک او آرا را به عنوان آرای سیاه یا باطل یا آرای نامفهوم یا غلط یا هر چی تشخیص داده، اینا باید کنار بره، اون ما آرای بایومتریک معیار باشه. همون گونه که خودی کمیسیون ها اعلام کردن، نهادهای ناظر صداقت رو در نظر بگیرن، اون چیزی که واقعا میدانن او را کتمان نکنن و اون چیزی که به عنوان حق هست او را ابراز بکنن. نهادهای بین المللی در اینجا به جای اینکه بیای بحران ایجاد بکنن واقعا نظارتی صادقانه داشته باشه و بیان واقعا تیکت های با حضور داشت نماینده های تیکت ها و نماینده های ناظرین بین المللی بیان بررسی بکنن واقعا اون چی که همین قاضی بی عقل بی شعوری به نام دستگاه بایومتریک حکم صادر کرده، همین حکم ایره همه قبلا پیش از پیش پذیرفتن، اینمی حکم بپذیرن و بالاخره کشور از بیشتر به بحران نبرن. در غیر صورت ما در یک شرایط بسیار حساسی قرار گرفتیم و کشور اگر این مرتبه به بحران برده بشه بالاخره کنترل کردنش قطعا کار سختی خواهد بود. سپاسگزارم از حضورتان. آقای گل محمد مختاری، معاون حزب حرکت اسلامی، آقای ایمل صافی، سخنگوی دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی و نماینده که ما قرار بود و باید می‌داشتیم از تیم دولت‌ساز کونا و بس تشریف نیاوردن، و سپاسگزار بیننده های عزیز که ما را بیننده بودید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.